بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان در هر جای جهان بر وسیله که ما را میبینید و یا صدای ما را میشنوید، امیدوارم حال همه شما خوب باشه. من جلیل مرتضوی هستم. امروز شنبه 23 سپتامبر 2023 و برابر است با اول مهر ماه 1402 خورشیدی. دوستان، دلم میخواد خدمتتون بگم که نمیدونم چی شده. ما اومدیم برنامه را طبق معمول زنده اجرا کنیم. از طرف یوتیوب پیام اومد که ما نمیتونیم برای مدتی برنامه زنده بذاریم. ما را با قول خودشون نمیدونم سسپند کردن، جریمه کردن، نمیدونم چیه، ولی گفتن نمیشه. سعی کردیم تماس بگیریم، گفتن که پیام بذارید بعدا باهاتون تماس میگیریم. ولی خوب گفتم حالا به هر حال یه چیزی من آپلود کنم که شما در جریان باشید، که دلیل این که منتظر بودید برنامه زنده باشه، این برنامه زنده نیست و دارم آپلود میکنم. ولی به هر حال اطلاعاتمون همینه، اشکال نداره دیگه. به هر حال همینطوری که بارها خدمتتون عرض کردم، فعلا قیچی دست اینهاست. ما مجبوریم هر چی به ما میگن بریم جلو. فقط میتونیم سوال کنیم که چرا اینجوری هستش. اینا مجبورن که به ما جواب بدن. حالا در 3-4 روز آینده گفتن جواب میدیم. اما دو تا چیز خیلی مهمه که امروز میخوام صحبت کنم. یکی این که پیچیدگی هایی که در دقایق اول در ارتباط با مذاکرات بین ایران و امریکا بر سر آزادی زندان ها، زندانی ها و آزادی پول ایران، دقیقه آخر به بنبست خورده بود. امروز روزنامه نیویورک تایم یه مقاله مفصلی نوشته که راجع به اونا با شما صحبت خواهم کرد. ولی در 24 ساعت گذشته دوستان، تمام هدلاین های رسانه های معتبر امریکا در مورد دستگیری سناتور باب منندز هست. سناتور باب منندز، سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی، یادتون باشه در گذشته راجع به ایشون صحبت کردیم. ایشون همون بود که از منافقا همیشه پول میگیره برای انتخابات خودش. بعد اون موقع باش زیاد کاری نداشتن، تا اینکه یه فقره هم ایشون پرونده ای داشت با همکاری یه چشم پزشک، خیلی پول به جیب زده بودن از بیمه. اونجا هم به هر حال صهیونیستا تا حدودی بهش حال دادن که محکومش نکنن. ولی این بار این پرونده خیلی قویه، الان بهتون توضیح میدم. ماجرا از این قراره که ایشون مدت ها بود که FBI داشت تحقیق میکرد، چون خبری که FBI داشته، اطلاعاتی که داشته، ایشون رشوه می گرفته و اطلاعات به یک کشور خارجی می داده. می دونی که سناتور باب منندز رئیس کمیته خارجی سناست، و وقتی FBI متوجه می شه که ایشون در مقابل پولی که می گرفته اطلاعات به دولت مصر می داده. چون میدونی که رئیس کمیته خارجی سنا قدرت زیادی داره. بالاخره FBI میره از دادگاه حکم میگیره که بره ایشون را تو خونه دستگیر کنه، تا اینکه در اواخر ماه جون، یکی دو ماه پیش، به خونه ایشون هجوم میارن و تمام اسناد و مدارک رو همه رو جمع میکنن. دیروز وقتی FBI میره اینا رو تحقیق میکنه، متوجه میشه که در میان لباسای ایشون بیش از $500,000 پول نقد، مقدار زیادی شمش طلا داشته. بعد میبینن یه دونه مرسدس بنز برای زنش خریداری شده. نشون میده که در ایالت نیوجرسی سه بیزنسمن که به گونه‌ای
با کشور مصر کار میکردن، اونها با سناتور منندز ریخته بودن رو هم که پول و یواشکی بهش بدن که ایشون اطلاعات بده، چون اخیراً دولت امریکا اعلام کرده بود که مصر به خاطر نقض حقوق بشر و کارهای خیلی عجیب غریبی که در مثلا مصر میدونی یک کشور دیکتاتوری، همه میدونم مثلا السیسی با کودتا اومده سر کار، اخیرا دولت امریکا به این نتیجه رسیده بود که 200 میلیون دلاری که میخواستن کمک کنن اونو میخواسته نگه داره و در این کمیته با منندس خبر داشته، چون این کمیته رسیدگی میکنه دیگه به حساب کتابایی که به کجا پول میدن یا نمیدن. در مقابل پولی که از اونا میگرفته ایشون این اطلاعات میداده و این قدرت رو داشته که این پرونده را در کمیته مطرح نکنه. حالا جالبه که ایشون برای اولین بار چند ماه پیش یه سکه طلا بهش میدن توسط اون آدمای دولت مصر در نیوجرسی، میگن که این شمش طلا بهت بدیم، هیچکی نمیفهمه، همیشه هم میتونی استفاده کنی. بعد دو روز بعدش ایشون گوگل میکنه ببینه که اصلا طلا قیمتش چقدره، یه اونسش چنده، یه کیلوش چنده، همه اینا را تو همین تلفن دستیش در میارن. بعد خلاصه دیگه به هجوم میارن، همه اینا رو میگیرن. فعلا ایشون از ریاست کمیته خارجی برداشته شده، همه میخوان که ایشون استعفا بده که تا دادگاهش مشخص بشه، ولی تا الان که من دارم با شما صحبت میگم فعلا استعفا نداده، ولی فشارا روش زیاده. میدونی که ایشون یه آدم عجیب غریبیه. قبلا اتفاقا تمام تاکشوهای به ویژه جمهوری خواها، چون اونا همیشه به مردم میگن برین طلا بخرین چون دلار ارزشش داره از دست میده، حالا به شوخی هم که شده این مطرح میکردن، گفتن دیدی بهتون گفتیم برین طلا بخرین، همین باب منندز از شما زودتر فهمیده طلا از اینا میگرفته. ولی اینکه این مقدار پول نقد تو خونه منندز باشه و با همکاری زنش هم هست، آخه ایشون زن دومشه، اون موقع که زن داشته با ایشون روابط نامشروع داشته و ایشون میخواسته که با استفاده از سناتور به جایی برسه، بعدن دیگه با هم نزدیک میشن، زنش رو طلاق میگیره، با ایشون ازدواج میکنه، خانم ندین که ایشون ارمنیولم اصله، خود منندز کوبایول اصله، ولی سناتور روبیو میگه که بابا این اصلا زبان اسپانیایی نمیدونه. ولی به هر حال گزارشی که من خوندم در واشنگتن پست، نیویورک تایم، وال استریت جورنال، دیگه سایتی نیز خبرگزاری است که راجبش بنویسن، میگن که این مدارکی که اف بی آی در مورد سناتور منندز گیر آورده اگر در دادگاه محکوم بشه 45 سال زندانیه. این فکر کرده که همه چی با کار کردن با منافق کسی باش کاری نداره، ولی دیدن نه، این میخواسته که اربابای خودش هم دور بزنه، مستقیم به مصر حال بده و از اونا پول بگیره. اینجا هستش که یخشو گرفتند و حالا در برنامه آینده به شما خواهم گفت دادگاهش به کجا میرسه. ولی این خبر خوبیه برای ایرانی ها، چون این خیلی آخه در مورد ایران هارت پورت میکرد، مثلا علیه مذاکرات اتمی بود با ایران، علیه مذاکرات اخیر آقای بایدن با ایران بود، یعنی در حقیقت واقعا به اونا حال میداده دیگه، فکر کرده که مثلا مخالفت با این چیزا چون ایشون بر علیه ایرانه در مورد این به حساب رشوه هایی که میخواد بگیره و اینجا پنهانکاری بکنه به جیب خودش دیگه کسی باش کاری نداره. ولی خوشبختانه در امریکا قانون وقتی میاد سراغت، اف بی آی میاد دیگه، اونجا خودی و ناخودی سرش نمیشه. حالا در برنامه های آینده خواهم گفتش که نتیجه کار سناتور منندز به کجا میرسه، ولی مطمئنم
همه مدارکی که من خوندم و مفسرهایی که در این مورد اظهار نظر کردن میگن این محکوم میشه حالا 20 سال زندان یا بعضی هم میگن 45 سال زندان، ولی به هر حال این دوران سناتور بودن و دوران سیاسی ایشون تموم شد از نظر کلی. خب دوستان، در مورد این مذاکرات اخیری که با ایران انجام شد برای آزادی زندانی ها بین ایران و امریکا و آزادی پول های ایران، امروز روزنامه نیویورک تایمز به قلم مایکل شیر اند فرناز فصیحی مقاله خیلی مفصلی نوشته که این مذاکرات انقدر حساسیت داشته در یک جا به بنبست میخوره. حالا داستان چی بوده؟ این خیلی جالبه. بنا به نوشته این روزنامه، البته من قبلا در مورد مسائل دیگه شنیده بودم، ولی این یکی اینا یه مقدار به جزئیات با توجه به صحبتهایی که با باز افرادی که در این ماجرا بودن، میگن در ماه جون، الان سپتامبر دیگه، جولای، آگوست، جولای، تقریبا در حدود مثلا دو ماه و نیم سه ماه پیش، زندانبان میره سراغ سه نفر زندانی، میگه ببین بساطتون رو جمع کنید، به زودی باید برید، شما آزادید. اینا هم بساطش رو جمع میکنن. اینا روز بعدش اتفاقی میفته با اون، اینه که یک خانمی که بازنشسته است، خانم امریکایی بازنشسته اهل کالیفرنیا، در گویا در امور خیریه تو افغانستان کار میکرده. میدونی که بعضی از این سازمانایی هستش، اینا به هر حال اینا اسمش سازمان خیریه است، ولی اون تو کارهای دیگه هم میکردن. خلاصه اون خانم حالا به هر دلیلی وارد ایران میشه. حالا نمیدونیم که این خانم با ویزا وارد ایران شده بود یا بدون ویزا. اگر با ویزا وارد ایران شده بود دلیلش چی بوده؟ اگر بدون ویزا همینطوری وارد ایران شده بود باز دلیلش چی بوده؟ خلاصه این خانم دستگیر میشه. بعد به دولت آقای بایدن خبر میرسه که ای امریکایی دیگه گرفتن. بعد با ایرانی‌ها تماس میگیرن، میگن آقا این مذاکراتی که الان هستش داره میده، پس اون یه نفرم باید آزاد کن. ایرانی‌ها میگن نه خیر، هیچ ارتباطی با موضوع نداره، مذاکرات ما بر سر چیزای دیگه هستش، بنابراین این خانم تازه دستگیر شده، این اصلا یه مورد دیگه است. خلاصه این پیچیدگی باعث میشه که به این زندانیا بگن آقا دیگه برگردید به سلولای خودتون، مثل اینکه همه چی به هم ریخته. ولی امریکایی‌ها خیلی علاقه داشتن که این مسئله رو دنبال کنن. حتما اون خانم که الان ما اسمش هم نمیدونیم خیلی حساس بوده، یادت میگفتن دو نفر نمیخوان اسمشو ببرن، ولی همه اسماشون بود، ولی اون دو نفر نه، یکشم همون خانم است. حالا چرا اون خانم اسمشو نمیبرن دیگه خودتون حس بزنید حساسیتی که روی این مسئله بوده. امریکایی ها علاقه داشتن مذاکرات ادامه پیدا کنه، دولت قطر، دولت عمان، همه اینا میگن بابا این هم ما زحمت کشیدیم فلان اینا. خلاصه با آقای باقری کنی میشینن صحبت میکنن. بعد اون موقع رابرت مالی حتی میره پیش آقای اروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، میکنم ایروانی یا اروانی همچنین اسمی داره. خلاصه تا اینکه سعی کوشش زیادی میشه بک اند فورد که آقا بیایید دیگه، حالا همه کار درست شده فلان، چرا میخواید این کارو بکنید؟ خلاصه آخرش میرسه به این، ایران میگه خیلی خب حالا دیگه همه رو آزاد میکنیم، پولامونو میگیریم، بعد همینجا تمامش میکنیم، حالا اگر خواستیم مذاکرات بعدی انجام بشه اون دیگه روالش فرق میکنه. خلاصه این ماجرا بوده، اینا دو سه ماه مقب میفته. ولی هنوز من در مورد این خانم که چگونه وارد ایران شده، چرا وارد ایران شده، کی بوده، هدفش چی بوده، اونو دنبال کردم ولی چیزی به دست نیاوردم که قابل گفتن باشه اینجا برای شما. ولی خب به هر حال به نظر من با ورود آقای رئیسی به سازمان ملل، سخنرانی ایشون، اینا بعد همه چی به نظر من
خوب پیش رفته. هم دیدار آقای رئیسی خیلی خوب بود از سازمان ملل، صحبتهاشو کرد با ایرانی هایی که در اون دوربر بودن، ملاقات هایی داشت با سران کشورها. خیلی جالبه که دوستان واقعا ببین میگن از ماست که بر ماست، که این ایرانی های چیپ که جمع شدن همه جا میخوان بر علیه ایران حرف بزنن، این اصلا نمیدونن مثلا منافع ملی چیه، منافع شخصی چیه. یکی از اینا در ایران اینترنشنال مثلا یا بی بی سی یا جاهای دیگه عنوان دیپلمات سابق میارن و از اون اظهار نظر میکنن، بی آدمی که اصلا هیچی حالیش نیست ولی اینا میارن که چون علیه ایران حرف میزنه، ولی اینقدر چیپ حرف میزنه حتی خنده داره. اسمش از حسین علیزاده. حالا ببینید در مورد ورود آقای رئیسی ایشون چی میگه، خیلی خنده داره، اینو باید گوش کنید. نکته که قابل بررسی این هستش که سخنرانی کردن شما یه موضوع، استقبال از شما یه موضوع دیگریه. اون سالن چقدر پر میشه، از اون مهمتر چقدر از رهبران دنیا با شما همکلام میشوند. چند نفر از رهبران عمده دنیا یا چند نفر فرصت هایی که شرکت های مهم بین المللی در عرصه مثلا عرصه های مختلف بین المللی با از موقعیت حضور این رهبر مشخص فلان کشور استقبال میکنن، با او دیدار بکنن. خب شما خواهید دید که اساسا با ابراهیم رئیسی سال گذشته بسیار محدود، آقای مکرون مثلا دیدار کرد که خیلی مورد انتقاد قرار گرفت. امسال ببینیم مثلا آقای مکرون دیدار میکنه یا نمیکنه. آخر سر فقط نگاه کنیم به تصاویری که خودشان منتشر. دوستان این واقعا یه آدم بسیار نادان نفهمه که هیچی حالیش نیست. این دیگه نمیفهمه رئیس جمهور یک کشور میاد اونجا نقطه نظرهای کشور خودش رو بیان میکنه. اون مهم نیستش که کی حرفای اونو بپذیرن نپذیرن، استقبال بشه نشه. اونجا دیگه همه نشستن دارن حرف میزنن. مثلا این اینقدر هیچی حالیش نیست، امسال که آقای رئیسی که نمیتونست با مکرون ملاقات کنه، به این نادان بگید اصلا مکرون امسال نیومده بود. میگم که واقعا وزارت خارجه نمیدونم این آشغالا رو یه زمانی از کجا گیر آورده بود، این دوران روحانی اینا این آشغال تو وزارت خارجه بود. اصلا نشون میده که وزارت خارجه ما چقدر خالیه از دیپلمات ها، یا بود حداقل، که این بابا نظر میده. حالا میگه که اصلا اینجا سازمان ملل یه نوع وزن کشیه. این واقعا هیچی حالیش نیست که اصلا بابا سازمان ملل خود الان روزنامه ها دارن می نویسن میگن که سازمان ملل در حال حاضر در بدترین دوران خودشه، هیچ اثری نداره. آقای گوترش دبیر کل سازمان، گوترش عضو میخوام که خودش هم اتفاقا اهل پرتغاله، ایشون اومد گفت آقا ما کاری نمی کنیم الان، یعنی حرفایی که در سازمان ملل زده میشه هیچ اثری نداره، دنیا داره از بین میره، همه چی به هم ریخته. اون موقع این آدم نادان این حسین علیزاده داره از آقای امیر عبداللهیان در بی بی سی ایراد میگیره پارسان، میگه به انگلیسی ضعیفه، به جای اینکه بگه وی آر اپتیمیستیک گفته وی اپتیمیستیک. حالا آقای حسین علیزاده واقعا we are very pessimistic در مورد مردی است. مگه چیزی بلد نیستی؟ مگه تو مجبوری حرف بزنی؟ آخه این حرفا رو میزنی به اسم ایرانیه دیگه، وایس واقعا شرمندگی ها. حالا نگاه کن ببین چقدر استقبال میشه. آقا رونالدو وارد ایران شد، چقدر استقبال شد. حالا یکی از بیننده ها در این مورد یه پیامی فرستاده، بذارین براتون پخش کنم بعدن با هم صحبت کنم. سلام میکنم به آقای مرتضوی. میخواستم یه نکته ای رو بگم. این رونالدو که اومده بود ایران
یکی از فوتبالیست‌های معروف جهان که 650 میلیون فالوور داره. بعد یه سری از این سلبریتی‌های ما یا دولت مردان ما اومدن گفتن چه آب روزی کردن مردم ایران، نمیدونن ما چیز داریم، تاریخ داریم. به نظر من مردم ایران خیلی اتفاقا نرمال رفتار کردن. طرف فوتبالیست معروف جهان، خیلی ها زندگیشون فوتباله و معلومه که دنبالش. من فکر کنم یه بخش بزرگی از این خارج کشوری ها حسادت پیدا کردن. شما نگاه کنید در نیویورک که آقای رئیسی و امیر عبداللهیان اونجا بودن، رئیس جمهور ما، اینا که میگفتن اینا فاشیستن و تو ایران نمیشه مبارزه کرد و سرکوب میکنن. خب در کشور دموکراتیکی مثل آمریکا که در نیویورک بهشون هم اجازه تظاهرات میدن و ما دیدیم که از اون هزاران نفری که قبلا مجاهدین و چپ ها و غیره و غیره میآوردن چقدر فروکش کرد مثلا به 50 نفر. چرا؟ چون سورس پولیشون که عربستان سعودی باشه دیگه پول نمیدادن که مردم پول بلیط هواپیماشون رو بدن، پول هتلشون رو بدن، تشریف بیارن مثلا برای مبارزه. بعد عجیبه که مثلا امثالی مثل شاهین نجفی و مهناز افشار و علی کریمی و ابی و فتانه و صدف بیوتی و که هی دستور میدادن و غیره که مردم بریزین تو خیابون مبارزه کنین و اینا، چی شدن؟ چرا هیچکدومشون یک بلیط هواپیما نخریدن که بیان اینجا مبارزه کنن و طرفداران خودشونو بیارن توی جلوی سازمان ملل بر علیه مثلا یک دونه پول بلیطون حاضر نیستن اینا بخرن که بیان هزینه کنن؟ بعد از جون مردم ایران و از مال مردم ایران و فقط به خاطر منافع شخصی خودشون که پولی در بیارن و بیان مثلا توی انتشار بدن که بگن ما هدفمون مبارزه است و بیان خلاصه پول بگیرن از این بنیاد و از اون بنیاد و از این کشور و از اون دولت. و مگه امریکا نمیگه اینا دموکراتیکه؟ چرا تشریف نیاوردن یه بلیط هواپیما بخرن بیان هزینه کنن مبارزه کنن و به طرفداراشون نشون بدن که ما مبارزه میکنیم؟ اونجا دولت ایران سرکوب میکرد در امریکا در نیویورک. فقط اینو باید ایرانی‌ها بدن که اینا چه آدمای شارلاتانی هستن و چه جوری از احساسات مردم استفاده میکنن برای مقاصد خودشون، برای هدفی که دارن، برای منافع خودشون. اینو باید ما بگیم به مردم ایران. خب دوستان، متوجه شدید که اون مبارزات آبکی اینجا تو نیویورک خودشو نشون داد. ببین الان داخل ایران هم وقتی این فوتبالیست اومده بود، آقای رونالدو، اصلاح طلبا واقعا حسادت میکرد. ببینید چرا؟ چون در زمان خودشون این اتفاق نیفتاده بود. یادتونه دوستان کی بود؟ دو سه سال پیش بود، شاید سه سال چهار سال پیش، زمان روحانی. یه خانمی از یکی از پارلمنتری های اروپا بود، فکر کنم مال سوئد بود یا کجا بود، یه خانمی که نماینده مجلس بود اونجا، اومده بود برای دیداری از ایران، رفته بود مجلس دیگه چون نماینده مجلس، میخواست مجلس ایران رو ببینه. آقا اونجا تو نمیدونی اصلاح طلبا دیگه دست و پا میشستن که از هم دیگه سبقت بگیرن، فقط میخواستن با این خانم عکس بگیرن. میدونید دیدید که همه عکسها شد، در صورتی که اون خانم اصلا کسی نمیشناخت، نه شهرت جهانی داشت، نه فالوور داشته، نه ورزشگاه، هیچ چیز. نماینده مجلس بود، نماینده مجلسی که کشورهای اروپا. حالا که رونالدو اومده که شهرت جهانی داره و این همه استقبال شد و فلان، اینا فقط حسادته. ای شر، چه خبرتونه مگه؟ حالا یه چیزی دیگه بدم بهتون بگم دوستان. همین هفته شاهزاده محمد ابن سلمان باش مصاحبه کرد شبکه فاکس، همین شبکه دسترسی فاکس، که برای اولین بار پرنس محمد به زبان انگلیسی حرف میزد. در میان صحبت‌ها ضمن اینکه گواره این ورزشکار رفته بود ایرانشون، گواره رفت و خیلی هم خوب ازش استقبال شد فلان، رابطهش با ایران رو همینجوری گفت، خیلی خوب داره پیش میره، همه اینا چیزایی است که خیلی دوست ندارن بشنون. ولی یه چیزی خیلی جالبی در رابطه با همون ورزش، خبرنگاری ازش پرسید، گفت کشور شما خیلی داره پیشرفت میکنه، تو همه رو میخوای با ورزش بشوری و بری جلو؟ ایشون گفتش که اگر بتونیم با ورزش بشوریم و سالانه ای درآمد خالص ما داره میره بالا از به همین خاطر، من مشکلی در اون نمیبینم.
یعنی ایشون رو در صورت که این همه هزینه کرده و هزینه ها مال محمد سلمان، ایرانی ها فقط رفتن استقبال کردن تو ایران دیگه، چون این محمد سلمانی که نمیدونم 200 میلیون یا چقدر برای 4 سال آینده فقط به یه نفر رونالدو داره میده علاوه بر کسای دیگه. یعنی میخوام بگم که این انقدر اهمیت داشته که یه کشور که پاسداری از مکه و مدینه داره، یعنی در حقیقت این خدام مکه و مدینه است که خودش هم فاکس تیوی گفت، الان اومده ورزشگاه رو آورده. چرا؟ اهمیت داره، جوان پسند، دوست دارن، انرژی میده به کشور، واسه ما هم همینطور. ولی اصلاح طلبای ما نخه دوست ندارن، چون در زمان اونها نشده این آبریزی، این همه میریزی تو خیابون فلان اینا، نخه اتفاقا به نظر ما اونایی که فکر میکردن در ایران هیچ کی اجازه نداره شادی بکنه، پس اون خیابون این همه آدم ریخته بودن شادی میکردن، پس چطور اونو نمیگن؟ من به نظر من برای ایران بسیارم کار خوبی بود. این هفته فکر کنم اصلا در این دو هفته اخیر ایران بهترین و موفق‌ترین روزاشو گذروند. دیدار رونالدو از تهران، دیدار آقای رئیسی از نیویورک، بعد بقیه هم که دیگه خودتون میدونید. به هر حال دوستان، این اتفاقای خوب داره میفته. و ببین یه چیزی هست، من اینو در برنامه آینده بیشتر بهش خواهم پرداخت. همین ببینیم علیزاده، حسین علیزاده که میگفت ببین چه استقبالی باید به ازم، چه حرف زدن یه طرف استقبال، در صورتی که این آشغال اگر 1% از دنیای خارج حالیش باشه این حرف رو نمیزنه. بر همین امریکا نگاه کن، حرفایی که آقای بایدن داره میزنه نصف بیشتر کشور مخالفشن در رابطه با همین مسئله محیط زیست، در رابطه با مسئله مهاجرت، مذاکراتش با ایران، نصف امریکا نمیخواد و حداقل جمهوری خواهی که ما میشستم. ولی چون ایشون رئیس مرسر کاره، به اندازه کافی قدرت داره، همین کار رو داره انجام میده. این فکر میکنه که یه نفر دوران دیکتاتوریه دیگه، شما باید بیاین حرف بزنین همه قبول کنه. حالا این محمد سلمان تا زمانی که چک بوک داره، همین دیپلماسی چک رو داره، هر جا مینویسه چک میده، فعلا اوکیه. الان میبینم در امریکا تو روزنامه نیویورک تایم خانواده های قربانی 11 سپتامبر اومدن اعلام کردن که آقای بایدن هرگز نباید وارد هیچ گونه مذاکره، به ویژه مذاکره سیستم دفاعی عربستان بشه. اونا میگن که یه چیز دیگه هم که الان دارن مطرح میکنن، تو CNN هم یکی دو بار مطرح شده، میگه نه تنها ایشون جمال قاشقچی را قاتل اصلیشه، بلکه جمال قاشقچی رفته بود پیش این خانواده ها، قرار بود هفته بعدش هم بره که دخالت مامورین دولت عربستان و دخالت اونها در 11 سپتامبر، چون میدونید که قاشقچی تو دستگاه اطلاعاتی بوده دیگه، اومده بودی که اونها رو افشا کنه که هفته بعدش کشته شد. این خانواده ها دارن الان مطرح میکنن، حالا هست یا نیست من نمیدونم، اینها مسائلی هستش که هر روز دارن مطرح میکنن و مرتب به محمد سلمان حمله میکنن، چون الان ارتباط شروع شده و همه اینا رو میکنن که فشار، تحت فشار قرار بدن تا با مثلا اسرائیل رابطه برقرار کنن. ولی اون خیلی باهوشه، اون میدونه که اگه بخواد این کارو بکنه باید یه سری مسائلی که اون میخواد حتما باید مد نظر داشته باشه، حالا موفق بشه یا نمیدونم. ولی به هر حال این مسئله ایشون رو با قاشقچی و که قاشقچی میخواسته اینا رو افشا کنه فلان، اونا هیچ وقت مطرح نشده بود و الان داره مطرح میشه. و میخوام بگم که این اتفاقا داره میفته. حالا بعضی هم میگن آی چرا ما نمیدونم مذاکره کردیم، چرا این کار کردیم، ما پول خودمون رو گرفتیم. به هر حال داداش همینه دیگه، تا قبل از مذاکره میتونستی پول خودت بگیری، خب میگرفتی که نمیشد. یعنی یه کاری کردن که تحریم و تشکیلات، شما به هر حال وارد یه بازی هستی، باید کزدار مریض بری جلو ببینی که چقدر موفق بشی. حالا برنامه ما وضعش یه خود بهتر بشه بیشتر در این مورد صحبت میکنم. ولی به هر حال سپاسگزارم دوستان، عرض معذرت، برنامه زنده نمیتونیم اجرا کنیم فعلا،
اخطاری که از طرف یوتیوب به ما رسیده. چرا؟ نمیدونم. در آینده امیدوارم اطلاعاتی به دست بیارم و با شما صحبت خواهم کرد. به هر حال از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.